سلام. بعد از چند ماه سر و صدا، کلیات طرح موسوم به صیانت از کاربران در فضای مجازی به تصویب کمیسیون مشترک این طرح رسیده. سونیتا دبیر اخبار داخلی با ماست تا در مورد این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. سلام سونیتا، چه خبر؟ امروز چه اتفاقی افتاد؟ سلام. امروز فکر کنم بدترین روز برای کاربرا باشه، چون که بالاخره بعد کلی سر و صدا طرح صیانت، یعنی طرح موسوم به صیانت، کلیاتش به تصویب رسیده که بسیاری از کاربرا رو تو شبکه‌های اجتماعی هم عصبانی کرده، چون به نظرشون در واقع تصویب این طرح میتونه آزادی‌هاشون رو توی فضای مجازی بگیره، باعث محدودسازی شبکه‌های اجتماعی بشه و از این جور مسائل. خب سونیتا، اصلا بهمون بگو که این طرح چی اصلا داستانش؟ راستشو بخوای یه طرح علاوه بر اینکه خیلی عجیب بود که امروز تصویب شد، عجیب ترش این بود که کمتر از چند دقیقه بدون اینکه اکثر در واقع بعضی از نماینده ها حضور داشته باشن تو جلسه تصویب شد و حتی یک رأیش رو لحظه آخر توسط یکی از نماینده ها که تازه داشت میومد توی جلسه در واقع رأی مثبتش رو داد و ثبت شد با 19 تا رأی. داستانش داستان طولانیه و در واقع میتونم بگم که به سال 97 برمیگرده. اولین بار توی مجلس دهم این طرح مطرح شد توسط برخی از نماینده‌های مجلس دهم که بیشتر سمت جبهه پایداری بودن در واقع مطرح شد و یکی از کارشناس‌های پرسرصدای این حوزه، یعنی آقای مومن نسب، تو اون زمان این طرح بیشتر جنبه امنیتی و سیاسی داشت تا جنبه در واقع حمایت از کاربرا تو فضای مجازی. اون موقع هم سر صدا خیلی زیاد بود و کاربرا اعتراض کردن، نماینده‌های مجلس بعضیاشون اعتراض کردن. در نهایت این طرح به تصویب نرسید تا رسیدیم به مجلس 11. توی مجلس 11 هم نسخه های مختلفی از این طرح رو فکر میکنم توی 6 ماه گذشته دادن و این نسخه‌ای که الان البته بعضیا میگن معلوم نیست کدوم نسخه است، بالاخره فکر میکنم نسخه 6 یا مثلا 7 باشه که به تصویب رسیده. تو این طرح در واقع تنظیمگر حوزه فضای مجازی رو مشخص میکنه، اینکه چه سرویس های فعال باشن رو مشخص میکنه، اینکه کسب و کارها چجوری توی فضای مجازی در واقع فعالیت کنن رو مشخص میکنه و نکاتی داره که از نظر کاربرا و البته کسب و کارها براشون خیلی هم محدود کننده است و هم اینکه خیلی از بابت اینکه همچین طرحی اصلا باید مطرح بشه در واقع نگرانشون میکنه. به غیر از کسب و کارها و کاربرای عادی، خود در واقع برخی از نماینده های مجلس و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس که 2 بار طرح رو در واقع بررسی کرده، اونها هم باش مخالف بودن، چون به نظر مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس این طرحیه که مخالف قانون اساسیه و در واقع باعث میشه که کاربرا تو فضای مجازی محدود بشن. یه نکته که این طرح توی نسخه های مختلفش داشت مثلا این بود که باید شبکه‌های مجازی خارجی میومدن در واقع ایران و از طریق یه پنجره واحدی مجوز کسب میگرفتن که به اعتقاد خیلی ها این در واقع ماده از این قانون که البته الان توی طرح جدیدش حذف شده زیاد جالب نیست، چون که ما تحریمیم و فکر نمی کنم مثلا اینستاگرام، فیسبوک، واتساپ و اینجور شبکه ها بیان شدنی از ما نیست. شدنی و در واقع شدنی نیست که بیان از ما مجوز بگیرن. وقتی اعتراضا نسبت به این بخش های در واقع طرح بالا گرفت، این بخش رو حذف کردن، ولی عملا داره اتفاقی میفته که این روزها هم شاهدش هستیم. مثلا اینکه از بعد از ظهر به بعد اینستاگرام سرعتش خیلی پایین میاد و بسیاری از کاربران واتساپ و اینا، آره، واتساپ، تلگرام دچار مشکل میشن و کاربرا خیلی تو شبکه‌های اجتماعی میگن که عملا داره طرح صیانت اجرا میشه و بر اساس شنیده هایی که در واقع خود زومی داشته، ما شنیدیم که پهنای باند رو کاهش دادن برای این شبکه‌های اجتماعی که در واقع همین هم باعث شده که نتونن کاربر از اینستاگرام و سرویس های خارجی دیگه مثلا با سرعت مناسبی استفاده کنن و اینترنت هم دچار اختلال بشه. سونیتا، این نگرانی درسته که این طرح در واقع باعث محدود شدن استفاده مردم از اون شبکه های اجتماعی بشه؟ فکر میکنم درسته که توی طرح جدیدی در واقع نسخه آخر طرح بهش اشاره مستقیم نکردن و سعی کردن با حذف کردنش یه سری
انتقادها و در واقع سرصداها رو بخوابونن، ولی عملا حرفایی که اعضای کمیسیون مشترک طرح صیانت میزنن اینو نشون میده که در واقع تصمیمشون بر این هستش که در واقع این شبکه‌های اجتماعی خارجی رو محدود کنن. مثلا الان یه خبری اومده که آقای تقی‌پور رئیس کمیسیون مشترک در واقع بررسی طرح صیانت گفته که اگه آمریکایی‌ها، غول‌های آمریکایی میخوان فعالیت کنن باید ارزش‌های ما رو بپذیرن. خب این عملا نشون میده که این طرح با اینکه اشاره مستقیمی نداره ولی هدفش محدود کردن سرویس‌های خارجیه که میتونه در واقع اثرات منفی خیلی زیادی برای کسب و کارهای ما داشته باشه، چون خیلی از کسب و کارهای ما الان توی اینستاگرام دارن فعالیت میکنن و این براشون میتونه خیلی به ضررشون تموم بشه این اتفاق. بعد یعنی فقط محدود به اون اپلیکیشن ها میشه یا مثلا خیلی کلی تره؟ فعلاً که بیشتر اسم مثلا اپلیکیشن های معروفی مثل اینستاگرام و واتساپ و که فعلا باز هستن یا کلاب هاوس شنیده میشه، ولی ممکنه در آینده تصمیم بگیرن هر پیام رسانه جدیدی که کاربرا میرن به سمتش که در واقع جایگزین اینستاگرام بکنن یا جایگزین واتساپ بکنن، به سمت اونها هم برن و اونها رو هم در واقع محدود بکنن. و در کل مردم مثلا چه نگرانی هایی میتونن داشته باشن از با تصویب کلیات این طرح؟ فعلا کلیاتش در واقع تصویب شده، یعنی اینکه نسخه ای هستش که دیگه روی این کار میکنن، چون طی مدت گذشته نسخه های مختلفی گفتم که اومده، برای همین وقتی میگن کلیات یه طرحی تصویب شده دقیقا. یعنی این نسخه ای که به نسخه بهمن ماه معروف هستش روی این نسخه، روی جزئیات این نسخه کار میکنن و کلیات این طرح در واقع تصویب شده نه نسخه های دیگه، و این حداقل میتونه به این داستان پایان بده که نسخه ما دیگه با نسخه های دیگه از این طرح سورپرایز نمیشیم. سانیتا همونطور که میدونی یه کارزاری را افتاد که مردم میرفتن اونجا امضای دیجیتال میزدن و مخالفتشون رو به این طرح یه جوری اعلام میکردن. خب الان میخوام بدونم وضعیت مخالفت ها و اینا الان چه شکلیه، چه جوریه؟ راستشو بخوای تو شبکه‌های اجتماعی خیلی از کاربرا دارن با هشتگ من با طرح صیانت مخالفت میکنم دارن اعتراضشون رو نشون میدن. همونطور که خودت اشاره کردی قبل از اینکه اصلا این طرح به تصویب، کلیاتش به تصویب برسه، یه کارزار راه افتاد که یک بیشترین در واقع امضا رو تونست جمع کنه، بیشتر از 1,000,000 امضا تونست جمع کنه، و ولی خب همونطور که در واقع شواهد نشون میده برای نماینده ها مثل که خیلی مهم نبوده این اعتراض ها. الان خیلی فضا شفاف نیست و خیلی ها نمیدونن باید چیکار کنن و بیشتر فضای نگرانی و بهت حاکمه. حتی تو خیلی از گروه های استارتاپی هم که من رفتم سر زدم، خیلی از مدیران این سوال رو مطرح میکنن که الان باید چیکار کرد، الان ما چه کاری میتونیم بکنیم. همشون امیدوار هستن ولی راستشو بخوای خیلی به صورت شفاف نمیدونن که باید چه کاری رو انجام بدن. الان که کلیاتش تصویب شده، تا جزئیاتش و اینکه یه روزنه امیدی که وجود داره این هستش که یکی از نماینده های مجلس تونسته 55 تا امضا جذب در واقع جمع کنه که در واقع طرح صیانت برگرده دوباره به صحنه علنی مجلس و اونجا مطرح بشه و دوباره برگرده توی کمیسیون برای بررسی، و این آخرین اتفاقیه که در واقع ازش خبر داریم. مرسی سونیتا، مرسی که با ما بودید. مرسی. فراموش نکنید که شما برای اینکه در جریان آخرین اخبار در مورد این طرح قرار بگیرید حتما زومیت رو دنبال بکنید، و دوست دارم داخل بخش کامنت هم نظرتون رو در مورد این طرح برامون بنویسید. دمتون گرم و خدا نگهدار.